این ویدیو در مورد اولویت بندی و گروه های کالاییه و مدت زمان طول انتظار برای گرفتن کد تخصیصش هست. لطفاً مراقب وقت گرانبهاتون باشید. دوستان همراهان عزیز سلام، وقتتون بخیر. اگه این ویدیو رو داری نگاه میکنی بدون که هر چی دارم میگم تا تاریخ امروز 17 مهر ماه 1402 هست. ببینید تا قبل از بحث تحریم ها، خب گروه های کالایی که وجود داشت تو کشور ما، یعنی صحبتم قبل از 97، 10 گروه عمده بود. گروه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ممنوع بود وارداتش. شد تا سال 97. 97 اومدن گفتن آقا گروه های کالایی میشه 4 دست. گروه 1 کالای مشمول ارز دولتی، فقط دولت میومد به اینا. مثلا اگه دلار بود با مثال 3,800 و مثلا 4,200 فروش میشد تو بازار، دولت میومد به اینا 3,800 میده. مثل چی؟ اونایی که واقعا ضروری بود، مثل گوشت، مثل برنج، مثل روغن وارداتش، مثل چای، مثل شکر، مثل جو و گندم که برای خوراک دام و طیور، مثل ذرت، مثل حبوبات، اینا بود. گروه 2 و 3 می شدن کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی مورد نیاز مردم. سرمایه‌ای یعنی مثلا خطوط تولید یا مواد اولیه مورد نیاز برای کارخونه‌ها. اینا می شدن 2 و 3. یا مثلا اقلامی که مورد نیاز تجار بودن، یعنی ضروری بود وجودش. گروه 4 هم می شد ممنوع، کالاهایی که ممنوعه. مثلا اسباب بازی، من با مثال حالا اسباب بازی خاصا دیگه، چیزایی که ضرورت نداشت وارد کشور بشه. از اسفند ماه 1401 که دفعه ارز از 30,000 تومان رفت تا 60,000 تومان و دوباره اومد 52,000 تومان و یه جامپ بزرگی زد، سیستم ثبت سفارش رو کلن یه تغییراتی کرد. یعنی اومدن گروه های کالایی تبدیل کردن به 1 و 21 تا 25, 26 و 27. اومدن گفتن که به بعضی از کالاها اجازه بدیم که بتونن به جای اینکه مثلا پول بگیرن از محل صادرات بیاد واردات انجام بده. بعضی از کالاها که دیگه ممنوع شد باز دوباره خارج شد، گفت اینا دیگه کشور به شرط تولید رسیده. بعضی از کالاها هم که از گروه 1 بودش حذف شد. مثلا همین بایتون صحبت میکنم، فکر کنم هفته پیش بود که دیدیم چای از ارز دریافت ارز دولتی حذف شده، اومده به سمت گرفتن ارز نیمایی. و بعد برای اینا اومدن زمان گذاشتن. مثلا گفتن که گروه کالایی 1 و 21 که مثلا گفتم بهتون گوش، برنج، چای، نمیدونم اینها بودش، 15 روز باید تو صف واستن. گروه کالایی 2 باید هولوش 38 روز تو صف واستن. گروه کالایی بعدی مثلا میخواست مثلا بیاد اگه در اصطلاح ثبت آماری بگیره، بین 45 تا 60 روز باید تو صف واسته. ثبت آماری چی بود؟ همین که شما بیای بگی آقا من این کالا رو در قبل واردات در برابر صادرات آوردم، یا با ارز خودم آوردم، یا بدون انتقال ارز اصلا آوردم، اونجا طلب داشتم برام فرستادن. گفته بانک مرکزی تخصیص ارز برای گروه های کالایی 22 و 23 44 روز طول میکشه تا بیاد چیکار کنه؟ تمدید بده. اینو من قبول دارم چون برای خودم هم پیش اومده. و اگر شما یه بار توی صف بودی که بخوای کد تخصیص رو بگیری،
زمانت تموم شد نیومد، از صف افتادی بیرون، باز برای تمدیدش باید 32 روز واستی، یعنی یه 44 روز یه 32 روز. گروه کالایی بیست و چار، بیست و پنج و بیست و شیش برای تخصیصش شما باید 81 روز واستی و برای تمدیدش دوباره 69 روز. گروه کالایی 27 باید برای تخصیصش 104 روز واستی که کد تخصیصت میاد و 92 روزم تمدیدش اگر دوباره نیامد باید واستی که بیاد. یعنی شما اگه یه گروه کالایی 27 باشی، یه 104 روز، یه 92 روز، میشی 196 روز باید واستی. ولی من برام جالبه که چطوری یه نفر مثلا گروه کالایی 26 یا 27 میاره و قراره مثلا 6 تا 7 ماه صبر کنه. اصلا نمیدونم تو این 6 یا 7 ماه شما میشه جنست توی چین تولید بشه، اون کارخونه برات نگه داره، بعد منتظر تو واسطه تو بیه بری کد تخصیص تو بگیری، بعد تازه کد تخصیص تو بگیری 20 روز هم طول میکشه، که دو هفته 20 روز طول میکشه که بیان این پول انتقال بدن به حساب اون کارخونه. بعد چند بار در سال تو میتونی این جنس رو بخری بیاری با این سیستم؟ نمیدونم. اگر شما اطلاعات خاصی در این مورد دارید، تجربیات خاصی در این مورد دارید، خیلی خوشحال میشیم که اینها رو با ما در میون بذارید. برای همتون آرزو موفقیت دارم.